چرا باز وقتی که مقصرم نبود ازش خفه شد؟ برای من بسیار سخت بود، اما من تقصیرکار نبودم. سه سال میشه. تقریبا سه سال میشه. دیگه رابطه سکلی زیر یک سقفم نشیشتی؟ نه. صحبتم نکرد؟ سخت نیست؟ بازم من پیخواهی که برادر من ببخشم. هنوز تثبیت نیستم از چک لحظه بزرگ است امین، کار بسیار خوب کردی. برگشتیم بخش آشتی است و قسمی که در ابتدا صحبت کردیم، ما تلاش بیشتر میکنیم که در این بخش تانسته باشیم بهترین ها را برای شما عزیزان تقدیم کنیم. و یک چیز فراموشم نشه نجیب، گذشت زمان به خاطر بخشیدن، به خاطر مهربانی و عشق و علاقه بهترین چیز است. بله، و موردی که مهمتر از در زندگی همگی ما، اون چیزی که ما همیشه فکر میکنیم نمیشه، میشه اگر ما تلاش بکنیم. انسان من حیث انسان که موجود اجتماعی هست تلاش بکنه. مهماندار هست، مهمان این بخش ما امین هست. از امین پرسان میکنیم از زندگی. صبح بخیر امین، خوش آمدی. سلام، عرض سلام خدمت شما و هم تو بینندگان عزیز. تشکر. بخیر باشه امین. شب روز چطور میگذره؟ خوب است امین جان، تشکر. این شب ها، روز ها، زندگی. ازدواج کردی؟ بله. ماشاءالله چند فرزند داری؟ اولاد ندارم. نداری تا فعلا؟ اتوان دیگه تازه ازدواج کردی؟ یک و نیم سال میشه. امین جان مصروف چه کاروبار است خودت؟ قبلا یک دکان داشتیم، ولی حال یک دفتر باز کردیم و دفتر کار میکنیم. کاروبار چطور است؟ بخیر میگذره؟ راضی هستی خودت؟ دیگه راضی هستیم، خدا رو شکر. برو خدا رو شکر که راضی هستی، حداقل ای که مقصدم لقمه حلال پیدا شه و شب و روز سپری شه و خدا مهربان از دیگه شه. منتا گپ مهم هم است که انسان مدارا کنه در هر حالتی که در زندگی پیش میاد. خوشحال هستی از زندگی تامین؟ حالا خدا را شکر خوب است. چرا خوب زندگی میگذره دیگه. خب قبلا یکم سخت بود، حالا یکم بهتر شده. امین زیاد کسا را مثلا انسان همه اشتباه میکنه، خطا میکنه. تو شده که گاهی کدام خطای چیزی از دست سر زده باشه و دیگرا برات گفته باشه برو بیا خیرت را چی باشه رفیق هستی از خود هستی، هیچ گپی نیست. نه، من در زندگیم بیشتر تلاش کردم که هم رفیق هم خانواده از من دق نباشه و یعنی حق کسی رو نخوردم، با دوستم مدارا کردم، در خانواده در هر جا که هستم خداشو از من راضی است. امین به نظر خودت آدم اجتماعی هستی؟ اطرافیان دوستانت ازت راضی هستن؟ این دیگه از خودشون بپرسن کنی. نه خودت چی گفتنی داری در این مورد؟ من که خب تا گفتم تلاش میکنم که از من راضی باشن، یعنی هم در کاروبار، هم در خانه، هم حالا در بیرون با دوستا با رفیقا تلاش هستم که از من راضی باشن. خب خدا شکر که از من راضی بودن تا حالی. در زمانی که حسابت خراب میشه چی کار میکنی؟ چطور خدا آرام میکنی؟ خب همیشه گفتم وقتی که از خوبم خراب میشه یا ناراحتی زیاد میشه سکوت بهتر است. چند لحظه که ما صحبت کردیم هانیا، همین به من بسیار خوشخوی معلوم میشه، یعنی آدم بسیار خوب که شاید اگه خیلی حسابشم خراب شما شادی چی نگویه دیگه. من یک عادت دارم وقتی یک مثلا جایی ناراحت میشم، اگه خیلی حالا او جایی که هستم مثلا زیاد چی باشه، مثلا حالا فشار عصبی زیاد باشه، از اون جمع خارج بشم، محیط در کل ترک میکنم. آفرین. و یک چند دقیقه با خودم هستم، سکوت میکنم، بعد با خوشحالی داخل میشم. چون هیچ وقت میگن در عصبانیت تصمیم نگیرید. بله. که بزرگ یعنی اجتماعی خیلی بزرگ. و حتی در حالت عصبانیت حرفایی را که ما میگیم خود ما فکر ما نمی باشه، اصلا توجه نداریم، اما بعد از اینکه گفته های ما را میگیم پشیمان میشه. دقیقا، تو همیشه اتفاق افتاده دیگه در بعضی از جنگ ها که شده، خب حرفایی که مثلا زده شده که بعدش از جفتشان پشیمان شدن، نه یک نفر، همون یعنی دو نفر که جنگ کردن بعد پشیمان شدن. امین لیسانس هستی؟ لیسانس چه رشته؟ من کارگردانی هست. کارگردانی هم دیروز برات زنگ آمد، دعوتت کردن که به برنامه بامداد خوش دعوت هستی. بله
البته یکم یک دفعه بود داخل دفتر بودم، زنگ زدن و هیچ نفهمیدم چرا، یعنی یک برنامه گفت هست که ما رو دعوت کردن، شاید بخاطر نمی امین اصلا نمیدانی امروز چرا مهمان ما و نجیب استی و هم در بخش آشتی. آشتی؟ نیوان گفتی دکانداری هم میکردین؟ آه یک دو سال پیش دکان داشتیم. دو سال سه سال؟ دو سه سال پیش یک دکان داشتیم. دکان چی بود؟ خوراک فروشی؟ نه خوراک فروشی که هم خوراک فروشی بود هم ترکاری فروشی بود. تنها دکانداری میکردی؟ کس همراهیت نبود؟ خب چرا؟ با برادرم شریک بودم. امین خبر نداره که ما چرا دعوتش کردیم. امین دیروز همکاره ما تماس گرفتن، ما در جریان بودیم، برش زنگ زدن که امین تو دعوت هستی، بیا در برنامه با امداد خوش و مهمان ما هستی در این بخش و میخوایم صحبت های زیادی هم داشته باشیم و امیدوار هستم هم از امین از صحبت هایش این برداشت را کردم. ما هر دو نفر امیدوار هستیم که تا همین قسم تا پایان این بخش همراه ما باشه. نجیب یک مورد فراموشم نشه، دیروز زمانی که دوستا و همکارای ما به امین جان تماس گرفتن، امین شوکه شده بود، میگفت خب ما چرا بیایم بامداد خوش، اصلا ما چرا مهمانتان باشم. ما خیلی اصرار کردیم که خب بیا هر چی میشه بیا. بله دقیقا خود که دیروز زنگ زدن گفتن که در برنامه بامداد خوش دعوت هستین، خب من گفتم خب من نه سیاستمدار هستم نه دکتر هستم نه هیچی، خب چرا من حالا به این همه خب چی هست دیگه اصرار کردن، گفتم چرا یک چیزی هست. میگه در دکان خوب فایده کرده بودین، خوب بازار گرم بود. خب جایی که بودیم خوب بود. خب موقعیت دکان. موقعیت دکان بسیار خوب بود. هوای خوب هم داشت. خوب بود، خدا رو شکر خوب. راضی بودی دیگه از درآمدی که ماهانه به دست می آوردی از دکان؟ بله بله راضی بودیم. سه سال پیش چی اتفاق افتاد؟ چی گپ شد؟ چرا او را باز حالا میگی که فعلا مثلا کار بار نیست، دیگه جای دفتر گرفتی کار شروع کردی، چرا ترکش کردی؟ چرا میگم کار بار خوب بوده دیگه. حالا گفتنش کمی سخت است. امروز هر چی که بدل داری امین ما میخواییم بشنوی. خب کار خوب بود، یعنی چطور بگم، در هر کاری که آدم که موفق میشه هستن کسایی که کم بخیل هستن و شایعه مثلا میکنن که ما دوتا برادر بودیم شریک بودیم و خب برادر من یکم خوبتر بود، جاهل‌تر بود و از مردم یک گپ هایی شنیده بود که آید بیشتر از گپ هاست و من دارم یک کارهایی دارم میکنم که من خودم خوب خدای خودم حاضر هست. من همیشه بود داخل دفترچه در کتابچه بود و هر شب من خودم خودتان حساب کن، خودتان حساب کن که چیزی بین ما نباشه و خب گپ های مردم رو گوش کرد، یک جنجالی پیش آمد و ما کلان دیگه هم دکان رو بخیر. یعنی همین سه سال قبل تو امرای برادر جنگ کردی؟ دعوایتان شده؟ ناسازگار شده؟ دقیقا. چه باز شد که دیگه دکان رو دیگه بسته کنی؟ همین جنجال یاد نه؟ نه همین جنجال بود، چون دیگه دکان کلان بسته کردم بخاطر از این که باز چیزی نگه که چرا حالا ما از هم جدا شدیم، بس حق با ما بود اتو بود، گفتم نه پس دکان کنم بسته میکنم، یک دفتر میزنم که دل تو هم خوش شوه که دیگه مفادی اگه هرچی هست از خودت باشه و خدا شکر دفترم هست. یعنی همین سه سال قبل خودت و برادرت از همه چیز دست کشیدین؟ البته من خب دست کشیدم، یک چند ماهی خودش میسید که دکان داشت، همون دکان پیشش بود، بعد البته ما دورا دور فقط چی میکردیم گپ میزد، این گپی نمیزد، اون فقط حواسم بهش بود دیگه، فهمیدم که او هم دکان رو کلن جمع کرد. کلن داستان همی است؟ آه. و فکر میکنی که نفهمید بیادرت چی رو داره بیادرت؟ عبدالرحمن. عبدالرحمن عبدالرحمن خرد بودن خودن نفهمید. خب این خطا اشتباه سر زد. خب خطا از من بود، از خودش بود، نه از او هم نبود، اینه از همه شغایی که از مردم چیزهایی برش گفت، کسایی که خب بخیل بودن، کسایی که نمیدیدن دو تا برادر با هم دارن خوب کار میکنن. چرا؟ چرا باز وقتی که مقصرم نبود ازش خفه شدی مثلا؟ یعنی که نباید اصلا خوب یه کاری که نباید میکرد کرده چی؟ من خیلی برش گفتم گفتم یک کمک کلان شو، یک کمک بیشتر فکر کنم همین قضیه، گفتم مردم بخیل هستن، ما خوب داریم با هم داریم چون خیلی از برادرها هستن در افغانستان دکان میزنن و ما بین مردم خیلی خوب، یعنی
خوب بودیم، جا افتاده بودیم که این دو تا برادر چقدر خوب دارن با هم کار میکنن. امین، از لحظه برای ما قصه کو که دکان بسته کردین و در کل رابطه تا با برادرت قطع کردی، سخت بود برات؟ صد درصد. چقدر درد دیدی؟ ما خب برادر هست دیگه، از خوردی کلان شدیم، خاطرات خوردی هست، کلانی هست، نوجوانی هست دیگه. برای من بسیار سخت بود، اما من تقصیرکار نبودم. از وقتی که ندیدیش 3 سال میشه؟ تقریبا 3 سال میشه دیگه. رابطه سکلی زیر یک سقف هم نشیشتی؟ نه. صحبت هم نکرد؟ سخت نیست؟ سخت و اصلا دلت برای برادرت تنگ شده امین؟ تنگ خودتان تنگ نمیشه؟ مطمئن هست امین. اگر فرض میکنیم، فرض بل فرض و تقدیر، اگر عبدالرحمن باشه برش چی میگی؟ اجازه میتی اصلا اون صحبت بکنه یک چند کلمه شو بشنی؟ فرض میکنیم باشه. نه هیچ نه نمیمان. اصلا نمیخوای صحبت هایش رو بشنوی؟ نه. چون خودت بزرگ هستی و کسانی که بخشنده هستن، میبخشند، واقعا خودشان بزرگ هستن. خب ببینین، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 3 سال شد. خب چرا؟ اگه واقعا میدونه که مقصر خودش است، باید دمی 1 سال میامد و 1.5 سال. اما 3 سال زمان بسیار زیاد است. هیچ مجال برش نمیدی که یک چند کلمه برات صحبت بکنه؟ اصلا. اصلا فرض میکنیم امو باشه، خب هیچ تو صحبت نکنی، یک چند کلمه میگه بشنو فقط. اگر ما 2 نفر اصرار بکنیم که امین این مجال رابطه، باز چی؟ فقط بشنو چی میگه برات. بازم هرچی نباشه برادرت از امین. دلو میگه نه. اگر ما 2 نفر اصرار کنیم، خوش ما احترامتون سر جای خودشان، خواهر خودم، برادر خودم است. خب این اتفاق یه چیزی است که بسیار سخت است ازش بگذرم و بارها اشتباه کرده، بارها و بارها ایتا کرده و همیشه بخشیدم، همیشه من بخشیدم، همیشه من پیش شدم. اما حالی دیگه یه کلان شده دیگه، باید خودش بفهمه بعضی سال. امین، اما به نظر من گذشته زمان دوای هر درد میتونه باشه. مطمئنا خودت هم دلت تنگ شده، دقستی به خاطر برادرت. یکی گفتی فضا را ترک کردی وقتی که اصابت خراب شده، قهر شدی، رفتی ماندی همه چیز را. بازم به خاطر از اینکه ما میخواییم، شاید هموطنهای ما، مردم ما منتظر است که حتی اقل اگر باشه عبدالرحمن باشه، یک بار بخوای ببینید. اصلا تو نخواسته باشی و بخوای ببینید، یک صحبتی داشته باشه. داستان که همی بود دیگه، چیزی اضافه تر نیست. نه که بگویی همی بود. نجیب، اگر موافق باشی وقفه را با هم میبینیم. ما تلاش میکنیم که امین با عبدالرحمن که برادرش از خوب آشتی کنه، هرچی از توان ما بر بیای انجام میدیم و انشالله که آشتی هم بکنن. وقفه را با هم میبینیم، اما این بخش ادامه داره، در ادامه با ما باشه. باز هم شما را خوش آمد میگیم هموطنان عزیز. ما هنوز هم فرصت محدود داریم و از امین تقاضا میکنیم که امین فرض میکنیم یا هم ما میخواهیم، خواست ما است که عبدالرحمن هم اینجا باشه چند لحظه، فقط میخواهیم از او هم بشنویم که چی میگه. هیچ طرف خودت نیستی، فقط به خاطر ما. خوب است؟ خوب است. ما عبدالرحمن را دعوت کردیم، عبدالرحمن هم اینجا است و ما عبدالرحمن هم میخواییم که یک بار بیاید. همکارا تقاضا میکنه میشه عبدالرحمن رو راهنمایی بکنن که بخیر بیا ای طرف بیا. همکار عزیز بیا. عبدالرحمن خوش آمدی. سلام. میربونی عبدالرحمن. خوش آمدی. سلام. بیا عبدالرحمن. بفرمایید. امین میربونی. من بوجه دستم. نه امین فقط از ما بشنو، از ما یک چند کلمه بشنو، بعد از او باز اگر رفتیم گپ نیست. لطفاً
ما برد گفتم می داوال امر متعهد کردی فقط امراض ما یک چند کلمه بشنم برزم یک کمی که حوصله کو یک کمی که زیاد نه یک کمی که میره بونی عبدالرحمن میره فقط یک چند کلمه از ما بشنو امین ما می خوایم کمی جنجال نباشه اصلا تو دیگه این مشکل حل شود دیگه گپی نباشه بین تو خب است که صحبت های عبدالرحمن هم داشته باشیم خودت که بودی شنیدی برادرت امین چی گفت قضیه واقعا از امی قرار است چیز اضافه نیست اول از که سلام یک 3 سال پیش یک اتفاقی افتاد و میفهمم اشتباه از من بود و جنجالم بخاطر شیطنت بعضی از دوستا بوده و بازم ما میخواییم که برادر مرا ببخشه دیگه چیزی خواهد امیقدر میخواییم که باشه کنار سایه سریم باشه ما خودش میفهمه پدرمون ندیست دادیم امین چی میگی به عبدالرحمن؟ گپ ندارم میخوایم که از دلت بشنویم امین چی گفته این داری؟ امین جا عبدالرحمن است فقط یک چند کلمه که ما فرصت ما محدود است خوب است که از خودت بشنویم خودش هم میگه که تقصیر از خودش بود خودش میگه خودش که میپذیره اشتباه شد خطا شد کاری که نباید میشد سال کجا بود نجیبتون دهی 3 سال کجا بود من دهی 3 سال بسیار روزای سخت رو تیر کردم امین جان گذشته گذشت اما دقایق پایانی برنامه است ما از خودت خواهش میکنیم که ببخشش آشتی کام رای برادره یه چیزی که نمیخوام واقعا باشی تو همی که هستی خیلی 3 سال عبدالرحمن ما یک دقیقه فرصت داریم و هموطنهای ما هم منتظر است که چهره خندان اردوی تا دیگه ببینه همش درمی بستگی داره همینجا خیلی الله یکیش تو باش بود دلو هنوز تثبیت نیستی من هست همیشه نگاه میکنم چی حسی داری لحظه وقتی که یک فرد بخشش میکنه به دیگرش خانی ها با یک بخشش دنیای کینه و کدورت از بین میره شیطان دیگه مجال پیدا نمیکنه که بین دو برادر دو پدر و فرزندش خانم شوهر دیگه را پیدا کنه به همین لحظه است که دیگه دنیا شهد و شکر میشه ما امیدوار هستم روز برسه نجیب که اصلا کینه به دلها نباشه خیلی ما خوشحال هستیم خدا را شکر تشکر از شما چه یک لحظه بزرگ است امین کار بسیار خوب کردی این خوشی است که تمامی مردم افغانستان تمامی هموطنهای ما در گوشه و کنار کشور که میبینن خدا شریک میدانن هانیه همگی مطمئن هستم نجیب خوشحال هستن انشاءالله که کینه و کدرت از قلب همگی برن مثل این دو برادر انشاءالله خیلی خوشحال شدم کاشتی کرده تشکر از شما تشکر از برنامه مقبولتون که ما رو ده میرسد نه سلامت باشید نجیبتان بوده من بسیار زیاد خوشحال شدیم ما هم بخیر باشید نجیب فرصت ما کم از باید خدافظی کنیم من هم نمیتونم بیشتر صحبت کنم الان نگهدارتون خدا نگهدار هم بتونم عزیز